سر خط خبرها. سلامت دانش آموزان عزیز ما خط قرمز مجلس است و کمیسیون های بهداشت و آموزش مجلس. ادامه اختلاف مقام‌های ایران بر سر برگزاری کنکور سراسری. رئیس مجلس می‌گوید باید تعویق شود، دولت مخالف است. اعتراض برای تمام شاه آبادان. دور جدید اعتصاب در مجتمع‌های اقتصادی جنوب ایران. کارگران خواهان پرداخت حقوق عقب افتاده و افزایش دستمزد هستند. بررسی احتمال پنهانکاری نیروهای بریتانیایی در کشتار غیرنظامیان افغانستان. وزارت دفاع بریتانیا میگوید سیاستی برای کشتن افراد غیر مسلح نداشته. و جهش دوباره کرونا در شرق و غرب دنیا. ایالت ویکتوریا استرالیا اعلام وضعیت فاجعه کرد. سلام، عصر یکشنبه‌تون بخیر. خوش اومدید به این بخش خبری در 12 مرداد برابر با 2 اوت از تلویزیون فارسی بی بی سی. من پریزاد نوبخت هستم. رئیس و عده‌ای از نمایندگان مجلس ایران خواهان تعویق برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها شدند. مخالفان برپایی کنکور می‌گویند که این آزمون ممکن است سلامت داوطلبان را به خطر بیاندازد. این در حالی است که 3 روز پیش کنکور دکترای تخصصی برگزار شد و کمتر از 1 هفته دیگر هم قرار است کنکور کارشناسی ارشد برگزار شود. جزئیات ماجرا در گزارشی از کیوان حسین. این امتحان پر سر و صدا، این ساعت‌های پر اضطراب و پرفشار، این کنکور معروف در حالت عادی و بدون حاشیه‌های اضافی خودش یک گرفتاری بزرگ است. از تلاش کشنده و شبانه روزی برای آماده شدن تا تلاش برای کنترل فشار و حفظ سلامت و تغذیه مناسب و خواب کافی در شب قبل از امتحان، کنکور برای خیلی از دانش آموزان و دانشجویان یک پروژه دشوار است که هم خودشان هم گاهی خانواده‌شان برای مدتی طولانی اسیرش می‌شوند. حالا با این وضعیت، کنکور سال 99 به یک بحران بزرگتر هم درآمیخته، کرونا. به شکلی که احتمالاً کنکوری‌های امسال بیش از هر سال دیگری تحت فشار قرار گرفتند. این امتحان قرار بود تیر ماه برگزار شود که به تأخیر افتاد. سازمان سنجش آموزش کشور اصرار داشت که کنکور 99 در ابتدای مرداد برگزار می‌شود که باز به تأخیر افتاد. و حالا که قرار است کنکور در پایان مرداد و اول شهریور برگزار شود، هنوز دقیقاً روشن نیست که این اتفاق می‌افتد یا نه. به ویژه بعد از این اظهار نظر. این کوتاهی ها نگرانی مردم در خصوص برگزاری کنکور سراسری را پیشتر کرده است و بسیاری از نمایندگان شنونده نگرانی های والدین در خصوص سلامت فرزندان خود بودند. به نظر می رسد تعویق زمان کنکور تا گذاشتن از دوران پیک کرونا و خنک‌تر شدن هوا که امکان استفاده از ماسک به مدت چند ساعت را میسر کند ضروری باشد. سلامت دانش آموزان عزیز ما خط قرمز مجلس است و کمیسیون های بهداشت و آموزش مجلس وظیفه دارند تا اطمینان از رعایت بهترین تصمیم در این خصوص مطالبات مردم را از مسئولین زیرفت پیگیری خواهیم کرد. نظرات آقای قالیباف در آغاز جلسه ای بیان شد که برای بررسی طرح 2 فوریتی تعویق کنکور برگزار شده بود، با حضور وزیر علوم، وزیر ورزش و جوانان، وزیر بهداشت و رئیس سازمان سنجش. همزمان بعضی از نمایندگان هم در توییتر با هشتگ تعویق تمامی کنکورهای سراسری کمپینی را برای به کرسی نشاندن نظرشان شروع کردند. از جمله فاطمه محمد بیگی، نماینده قزوین. بررسی علمی و میدانی ما و تعدادی از نمایندگان کمیسیون ها همچنین شکایت از شرایط آزمون دکترا باعث شد تا تصمیم به بررسی در مجلس بگیریم. انتظار داشتیم کنکور با شرایط بهتر و رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی برگزار می شد که چنین نشد. در حال جمع‌آوری امضا برای طرح تعویق تمام کنکورهای سراسری هستیم. یا اردشیر مطهری، نماینده گرمسار و آرادان. حتی اگر احتمال دهیم یک داوطلب کنکور ممکن است جان عزیزش را از دست بدهد، باید با تعویق کنکور موافقت کنیم. جان هر کدام از این بچه ها عزیزتر از منافع مادی بعضی سازمان ها و مؤسسات مافیایی است. ستاد ملی سریع و قاطع تصمیم به لغو بگیرد و ابلاغ کند.
کنکور نمیتونن لغو بکنن چون اون مافیای 8000 میلیاردی که ماجرای قدیمی آنچه که مافیای کنکور توصیف میشود این روزها حسابی داغ است و البته همیشه انگشت اتهام متوجه سازمان سنجش است، اتهامی که این سازمان هرگز آن را نپذیرفته. نمیدونم این کلمه مافیا از کجا اومده، کی اینو داره ساماندهی میکنه، این کلمات و این اعداد و ارقام رو کی محاسبه میکنه. ببینید خود مؤسسات کنکوری که نمیان دستشون رو کنن این آمار و ارقام رو بیارن. من برام یه نکته‌ای که وجود داره اینا بر چه اساسی به این عددها میرسن؟ بعد این مافیا کجاست؟ ببینید ما در سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان یک نهاد ملی متولی برگزاری آزمون‌های ملی هستیم و این هم طبق یک سری قوانین و در واقع الزامات بالادستی به ما ابلاغ شده و داریم آزمون رو برگزار میکنیم. سازمان سنجش هفته گذشته این کنکور رو برگزار کرد، کنکور دکترای تخصصی که البته از نظر تعداد داوطلبان قابل مقایسه با کنکور سراسری نیست، اما به هر حال این سازمان میگوید که نتیجه کنکور دکترا موفق بوده، اما مجلس میگوید بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده 30% داوطلبان در آن شرکت نکردند و اتفاقا کنکور دکترا در دوران کرونا تجربه موفقی نبوده. در روزهای اخیر بر اساس آمار رسمی تعداد مبتلایان به کرونا به طور متوسط بالای 2500 نفر در روز بوده، ضمن اینکه اطلاعاتی که به بی بی سی فارسی رسیده نشان می‌دهد تعداد قربانیانی که دارای علائم قطعی یا مشکوک ابتلا به کرونا بودند حدود 3 برابر رقمی است که دولت اعلام می‌کند، مسئله‌ای که بر میزان خطرات برپایی کنکور می‌افزاید. کیوان حسینی، بی بی سی. از سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس آموزش عالی پرسیدم به تعویق افتادن کنکور در ایران چه تبعاتی خواهد داشت. ما یک سال تحصیلی عادی را در ایران و خیلی از کشورهای دنیا نداشتیم، بنابراین راه حل هایی هم که برای مشکلاتی که این بحران بهداشتی پیش آورده پیدا می کنیم باید راه حل های متناسب با این بحران باشن. اگر همین استدلال را ما در مورد امتحانات آخر سال دانشگاه ها برای مثال در فرانسه یا در کشور دیگه مطرح می کردیم، خب به یه نوعی بنبست می تونستیم برسیم اگر می خواستیم بشه گذشته عمل بکنیم. ناچار بودیم که یه راه حل هایی پیدا بکنیم که متناسب باشه با این بحرانی که ما داریم، بحران کرونایی که داریم زندگی میکنیم. در ایران هم مسئله کنکور همینه، یعنی عقب انداختنش با توجه به اینکه هیچ دورنمایی برای بهبود وضعیت وجود نداره به خصوص با آغاز پاییز، در حقیقت میشه گفتش که به نوعی نیم ترم اول دانشگاهی رو میتونه زیر عبد سوال ببره. البته این یه فاجعه نیست، ولی همزمان میتونه در واقع این دورنما رو داشته باشه، یا اینکه در مقابلش ما بتونیم راه حل‌های جایگزینی داشته باشیم که به جای کنکور برای مثال نمرات سالهای پیش را محاسبه کنیم امسال به طور استثنایی، همونجوری که در سالهای گذشته این بحث بوده. یعنی مسئله حذف کنکور الان 5-6 ساله که در دستور کار وزارت علوم، سازمان سنجش و مجلس هست، ولی بر سر اون چون به توافق نرسیدن ما کماکان امسال مسئله کنکور رو در مقابلمون داریم. اگه نگاه بکنیم حالا در مقایسه با کشورهای دیگه یا خود ایران فقط، چه فاکتورهای دیگه هستن علاوه بر کرونا که تأثیر میذارن روی این تصمیم گیری که کنکور برگزار بشه یا برگزار نشه؟ ببینید در ایران همونجوری که در گزارش شما هم بود، یکی از بحث‌هایی که مطرح میشه و در واقع هیچ دلیلی هم هنوز وجود نداره که آیا این بحث‌ها درستن یا نه، ولی به هر حال مطرح میشن در رسانه‌های ایران، اینه که در تمام سال‌های پیش وقتی که بحث حذف کنکور بود گفته میشد که یه مافیایی که منافع اقتصادی بسیار بزرگی داره در برگزاری کنکور، از کلاس‌های کنکور، کتاب‌های کنکور یا همه فعالیت‌هایی که حول اقتصاد کنکور، چون ما در ایران یه اقتصاد کنکور داریم، این اقتصاد و گردش مالی بزرگ در واقع دخالت می‌کرد همیشه برای اینکه این حذف کنکور یا تغییر شکل کنکور شکل عملی به خودش نگیره و بالاخره اینجوری نشد. حالا هم بحث بر سر اینه که آیا این مافیا و این شبکه‌های مالی پشت سر کنکور هستن که اصرار بر برگزاری دارن، یا به طور واقعی سازمان سنجش وزارت علوم یه ارزیابی دقیق دارن از وضعیت ایران و معتقدند که برگزاری چنین آزمونی هیچ در واقع نگرانی بهداشتی را در پی نداره. با توجه به اوضاعی که در ایرانه یه مداری نتیجه گیری خیلی دشواره که بپذیریم وجود امروز واقعا با شرایط کرونا در ایران میشه یه آزمون بزرگ چند صد هزار نفری برگزار بشه بدون اینکه عواقب بهداشتی داشته باشه که همه در واقع ازش اطلاع داریم.
توضیحات سعید پیوندی جامعه شناس رو شنیدید. در ارتباط مستقیم هستیم با همکارم رجا اسدی از بخش شبکه‌های اجتماعی تلویزیون فارسی بی بی سی. رجا، این کنکور خودش استرس زیادی داره برای کسایی که توش دارن شرکت میکنن. حالا این مسئله که برگزار بشه یا برگزار نشه و اینکه کنکوری آیندهشون چی میشه، این هم مزید بر علت شده. چه نوشتن در شبکه‌های مجازی کنکوریا؟ این حرفی که گفتی دقیقا باستاب داشته در شبکه‌های اجتماعی. می‌بینیم که نگرانی‌ها رو شاید بشه به دو دسته تقسیم کرد بر اساس حرفایی که زدن. حتی اینم اضافه کنم، به ما هم در بی بی سی فارسی پیام زیاد فرستادن و از ما خواهش کردن که بهشون بگیم بالاخره کنکور برگزار میشه نمیشه. خب ما هم واقعا مثل بقیه داریم اخبار رو دنبال میکنیم، یعنی نگرانی در این حده که به ما هم رجوع شده که بهشون خبررسانی بکنیم. اما نگرانی ها بیشتر در دو دسته قرار میگیرن. یکی این که خب میگن حتی اگه پروتکل های بهداشتی هم رعایت بشه، با ماسک و با این شیوه بران سر جلسه، همونطور که عکس هاشو دیدیم در هنگام برگزاری کنکور دکترا، این داوطلبان رو خیلی در وضعیت سختی قرار میده. تا چند ساعت بعد ماسک بزنن. مثلا یه نفر توییت کرده بود که اگر فرض کنید بغل دستیتون سرفه کنه یا عطسه کنه، شما تمرکزتون کاملا به هم می‌ریزه و تو دمای بالا در تابستان با اون ماسک خیلی سخته. بحث داوطلبانی هم مطرح شده که بیماری‌های زمینه‌ای دارن و در اجتماع قرار بگیرن، در جایی که جمعیت وجود داره قرار بگیرن، خیلی برای سلامتیشون ضرر خواهد داشت و مسئله مرگ و زندگی برای اونهاست. اما بحث دیگه بحث نگرانی‌های روانیه که برای اینها پیش اومده. همونطور که در گزارش هم اشاره شد، بحث‌های زد و نقیض زیاد بوده در چند ماه گذشته. همه می‌دونیم که خود کنکور به خودی خود چقدر استرس و چقدر نگرانی وجود داره با خودش به همراه میاره برای داوطلب، و داوطلبا معمولا یک سال دو سال برنامه ریزی میکنن برای این کنکور و حالا به خاطر این حرفای زد و نقیض تکلیفشون مشخص نیست و خیلی از اصطلاح نیم کلاژ استفاده کردن که در حالت نیم کلاژ وجود داره و این زد و نقیض بودن صحبت ها به همه اینها دامن میزنه. میدونیم که وزارت بهداشت دائما داشت میگفت که برگزار کنیم و مشکلی نیست. دیروز وزیر علوم گفتش که 80% نظرسنجی کردیم و 80% داوطلبانی که در کنکور دکترا شرکت کردن گفتن که مشکلی نبود و مشکلی ما برای برگزاری کنکور نداریم. البته بحث های دیگه ای هم مطرح شده که اگر تعویق بیفته چه چشم اندازی وجود داره. همونطور که مهمان برنامه هم گفت، این ممکنه روی شروع دانشگاه تاثیر بذاره و همین که خب تا واکسن کرونا بیاد حداقل ممکنه به دست ایران برسه و به مرحله بهره کنکوری برسه، یک سال زمان میبره و تا کی میخوان کنکور رو عقب بندازن. مسئولان وزارت بهداشت میگن شرکت در آزمون هم بخش از زندگی در هنگام کروناست و نمیشه باش کاری کرد و باید باش کنار اومد، چون چشماندازی نداریم که به زودی واکسن در اختیار ما قرار بگیره. متشکرم از توضیحات رجا اسدی همکارم با ما، ممنونم. ادعای از فعالان سیاسی ایران با امضای بیانیه‌ای خواهان لغو احکام حبس بهاره هدایت و کیوان صمیمی شدند. در این بیانیه آمده که اعتراض و راهپیمایی طبق اصل 27 قانون اساسی جرم نیست و از حقوق شهروندان است. امضا کنندگان این بیانیه گفتند دادگاه‌های انقلاب صلاحیت قانونی برای رسیدگی به این موارد را ندارند. کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار، به دلیل حضور در تجمعات روز کارگر به 3 سال زندان محکوم شد. بهاره هدایت، فعال حقوق زنان، هم به خاطر اعتراض به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین توسط سپاه پاسداران به 4 سال و 8 ماه زندان محکوم شده. برادر غلامرضا منصوری، قاضی سابق ایران، میگوید او و خانواده‌اش تا به حال نتوانستند هویت جسدی را که به عنوان برادرش معرفی شده تایید کنند. او گفته که چهره از بین رفته و قابل تشخیص نیست، همینطور طول و ابعاد این جسد به برادرش نمیخورد و آنها منتظر نتیجه آزمایش DNA هستند. حدود 1.5 ماه پیش گزارش شد که جسد غلامرضا منصوری در هتلی در بخارست، پایتخت رومانی، پیدا شده. غلامرضا منصوری از متهمان پرونده فساد در قوه قضاییه ایران بود. خبرگزاری دولتی کره جنوبی از توافق با ایران برای راه اندازی کارگروهی خبر داده که هدفش توسعه روابط تجاری و بشر دوستان است. بر اساس این گزارش، کره جنوبی تلاش می‌کند ارسال کیت‌های آزمایش کرونا و داروهای ضروری به ایران را افزایش دهد. از یک منبع آگاه نقل شده که ایران آمادگی‌اش را برای خرید محصولاتی به ارزش صدها میلیون دلار از کره جنوبی اعلام کرده.
گزارش ها از دومین روز اعتصاب کارگران در پالایشگاه ها و مجتمع های اقتصادی جنوب ایران حکایت دارند. بعضی از کارگران پالایشگاه جوفیر در نزدیکی اهواز امروز به اعتصاب کنندگان پیوستند. اعتصاب ها دیروز شروع شد وقتی که عده زیادی از کارگران پالایشگاه های مختلف از جمله آبادان دست از کار کشیدند. آنها خواهان دریافت حقوق و مزایای معوقه و افزایش دستمزدشان هستند. سیامک محیط‌زاده نگاهی کرده به اعتصاب های دو روز گذشته. دم در گیت پالایشگاه نفت سنگین قشم بچه‌ها در حال جمع شدن توجه اومدن یگان ویژه. امروز شنبه 11/5/99 اعتراض برای تمام حقوقات پالایشگاه آبادان 55 هکتاری. اینجا فاز 224 گیروان نشستن این پشت همان اومدن یگان ویژه دم در گیت پالایشگاه نفت سنگین قشم. بچه هم همه تصمیم گرفتن برن خوابگاه تا مسئله حقوقا مشخص بشه. کارگرای پتروشیمی لامرد در حال اعتصاب. پالایشگاه نفت سنگین قشم کل نیروها برای حقوق جمع شدن. پالایشگاه فارسی ها إنا لله وإنا إليه راجعون. عسى أبحثهم بختم إن شاء الله. من قبلها قال لي عليك قال لي اكتب شمارتك على ورقة الدنيا ما عاد يقول لي. گزارشی بود از اعتصاب کارگران در جنوب ایران. در برنامه 60 دقیقه امشب مفصل به این موضوع می‌پردازیم، اما بریم سراغ مطلبی از افغانستان. اسناد طبقه بندی شده ی ارتش بریتانیا سوال‌های تازه‌ای رو در مورد احتمال تلاش نیروهای ویژه این کشور برای پنهانکاری درباره کشتن غیر نظامیان در افغانستان مطرح می‌کند. این مدارک پیشتر محرمانه بود، بخشی از پرونده است که سال گذشته در پی تحقیقات برنامه پانورامای بی بی سی در دادگاه مطرح شد. پرونده‌ای که در آن ادعا شده بود نیروهای ارتش بریتانیا سیاست کشتن عمدی مردان جنگجوی سالخورده را دنبال می‌کردند، حتی وقتی که آنها تهدیدی نبودند. وزارت دفاع بریتانیا وجود چنین سیاستی را رد کرده. جاناتان بیل گزارش می‌دهد. گروه‌های ویژه طالبان را اینطور هدف قرار می‌دهند. حمله‌های شبانه جنجال برانگیز با هدف کشتن و یا دستگیری جنگجویان دشمن. این تصاویر عملیات کماندوهای افغان را با حمایت آمریکا نشان می‌دهد. اما نیروهای ویژه بریتانیا در هلمند هم از تاکتیک مشابهی استفاده کردند. پارسال در برنامه پانورامای بی بی سی اتهام‌های مبنی بر کشتار غیرنظامیان غیرمسلح توسط این نیروها مطرح شد. عده‌ای از بازماندگان حمله‌ای در سال 2011 هم شهادت دادند. آنها گفتند که این نیروها اعضای خانوادهشان را زمانی که هیچ تهدیدی برایشان نداشتند کشتند. دست‌هاش رو جلوی من بستند. اگه دست‌های کسی رو ببندید چطور میتونه با شما بجنگه؟
وکلای یکی از خانواده‌های افغان اینجا در دادگاه عالی وزارت دفاع رو به چالش کشیدن. اونها میخوان بدونن که آیا تحقیقات مناسبی انجام شده یا ممکنه پنهانکاری صورت گرفته باشه. اونها وزارت دفاع رو مجبور کردن که این اسناد بسیار حساس رو منتشر کنه که نشون میده در داخل ارتش بریتانیا نگرانی‌های جدی در مورد این حمله‌ها وجود داشته. در ایمیل هایی که بعد از حمله ها فرستاده شده، یکی از افسران بریتانیا میپرسد آیا در مورد کشتار جمعی اخیر صحبت می کنید؟ سرباز دیگری پاسخ داده که دو افغان دیگر در حالی که به سمت اسلحه می رفتند کشته شدند. او گفته این هشتمین بار است که این اتفاق می افتد و ساختگی نیست. ایمیل دیگری هست که خشم یک افسر افغان را نشان می دهد. او گفته دو مرد هنگام فرار کشته شدند و دو نفر دیگر هم به قتل رسیدند. یک نماینده مجلس میگوید انتشار این اسناد تحقیقی تازه میطلبد. عمیقا هشدار دهنده و جدیه. دولت باید با شفافیت بگه که آیا این نیازمند یک تحقیق هست یا نه، چون در نهایت در مورد یک جنایت جنگی محتمل صحبت میکنیم. گزارش ارتش بریتانیا در مورد این حمله ها میگوید که هر چهار مرد کشته شده همگی مسلح بودند و یکی از آنها از فرماندهان طالبان بوده که نیروهای ائتلاف را هدف قرار می‌دادند. وزارت دفاع در بیانیه‌ای گفته این شواهد جدید نیستند. این اسناد به عنوان بخشی از تحقیق مستقلی بررسی شدند که نتیجه گرفته بود شواهد کافی برای پیگیری قضایی پرونده وجود ندارد. وزارت دفاع اخیراً واحدی را تعطیل کرد که در مورد جنایات جنگی احتمالی در افغانستان تحقیق می‌کرد، اما این مدارک دست کم نگرانی ها در مورد شفافیت عملکرد نیروهای ویژه بریتانیا را برجسته می کند. جاناتان بیل، بی بی سی نیوز. همکارم فؤاد مسیحا اینجاست تا بیشتر در این باره صحبت بکنیم. فؤاد، این پرونده پارسال خب سر و صدای زیادی کرد. چی شد که الان دوباره مطرح شده؟ در واقع در فاصله سال گذشته که گزارش پخش شد تا الان وکلای یک خانواده افغان که در همی عملیات سال 2011 چهار عضو خانواده خود را از دست دادن، توانستند که ارتش بریتانیا را مجاب بسازند که اسناد محرمانه ای که قبلا سرش بحث شده بود ولی کسی همه ندیده بودن را در اختیار از اونا بگذاره. این اسناد شامل ایمیل های داخلی ارتش بریتانیا سر همی ماجرای حمله و حمله شبانه سال 2011 است که در ولسوالی ناوه صورت گرفته در هلمند، و همینطور حاوی بررسی هایی که قول داده بودن که انجام بشه. حال در واقع وکلای خانواده آسیب دیده به دنبال این هستن که ببینن آیا ارتش بریتانیا، وزارت دفاع بریتانیا تحقیقات لازم و درست در مورد و حادثه را انجام داده یا خیر، و اگه انجام داده نتایجش چی بوده. به خاطر اینکه سال گذشته برخی منابع گفته بودن که با توجه به نوع حادثه عاملانی باید محاکمه میشدن که نشدن. این گزارش خب شفافیت نیروهای بریتانیا رو زیر سوال برده. فکر میکنین چه تأثیری بگذاره بر روابط نیروهای افغان و نیروهای بریتانیایی؟ در واقع عملیات نیروهای ائتلاف، نه تنها بریتانیایی، از آمریکا و کشورهای دیگه که در افغانستان نیرو داشتن و دارن، همیشه یک موضوع جنجال و بحث بین دولت افغانستان و نیروهای ناتو و نیروهای آمریکایی بوده. در ما به یاد داریم که در پایان دوره آقای کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بحث‌های بسیار جدی و شدید بین افغانستان و آمریکا سر عملیات شبانه و تلفات غیرنظامی ناشی از این عملیات در واقع بالا گرفت، تا جایی که آقای کرزی امضای پیمان استراتژیک با آمریکا را منوط به این کرد که عملیات شبانه متوقف بشه. در سالهای گذشته عملیات شبانه متوقف نشده، ولی به مراتب از سالهای قبل کمتر شده. در همین اسنادی هم که ارتش بریتانیا منتشر کرده صحبت‌های در مورد تأثیرات چنین عملیات شده. مثلا در یکی از ایمیل‌ها ذکر شده که در واقع چنین عملیات میتونه که متحدان افغان نیروهای خارجی، نیروهای بریتانیایی آزرده بسازه و حربه تبلیغاتی به دست نیروهای شورشی ها بده در واقع. و یک مورد دیگه هم که اشاره شده گفته که در مورد نیروهای افغان از همراهی نیروهای بریتانیایی سر باز می‌زدن، به دلیلی که اینا فکر می‌کردن، معتقد بودن که کشتارهای اینچنینی در واقع توجیه پذیر نیست. متشکرم از توضیحات فؤاد مسیحا همکارم، ممنونم.
بیش از 10,000 نفر با تجمع در مقابل دفتر نخست وزیر اسرائیل در بیت المقدس خواهان استعفای بنیامین نتانیاهو شدند. آنها به عملکرد ضعیف دولت در مبارزه با کرونا و اتهامات فساد مالی آقای نتانیاهو معترضند. هزاران نفر هم جلوی اقامتگاه او تجمع کردند. همچنین در تل اویو صدها نفر در اعتراض به مشکلات اقتصادی، بیکاری و افزایش شیوع کرونا تظاهرات کردند. اعتراض‌ها علیه آقای نتانیاهو چند هفته است که ادامه دارد. او اتهام فساد را رد می‌کند. ایالت ویکتوریای استرالیا با اعلام وضعیت فاجعه به علت افزایش ابتلا به ویروس کرونا محدودیت‌های جدیدی را اجرا گذاشته. بر اساس مقررات جدید ساکنان ملبورن مرکز این ایالت در شب اجازه رفت آمد نخواهند داشت. استرالیا در گذشته از همه‌گیری کرونا آسیب زیادی ندیده بود. گسترش ابتلا به کرونا در بسیاری از کشورها از جمله هند خبرساز شده. محمد امینی از اخبار کرونا در نقاط مختلف جهان گزارش می‌دهد. ایالت ویکتوریا دومین ایالت پرجمعیت استرالیا با اعلام ابتلای بیش از 670 نفر به ویروس کرونا به صدر خبرها راه یافته. از امروز از ساعت 6 عصر ایالت ما در وضعیتی فراتر از وضعیت اضطراری قرار میگیره که تا به حال وجود داشته. این یعنی پلیس و سایر نهادها از اختیارات بیشتری برخوردارند. به آنها فقط در موارد معدودی اجازه خروج از خانه داده می شود. مردم اجازه نخواهند داشت تا بیش از 5 کیلومتر از خانه دور شوند و ورزش هم روزی فقط یک بار. پس از موفقیت زود هنگام استرالیا در فرو نشاندن شیوع ویروس کرونا در مقایسه با سایر کشورها و داشتن تنها 17,000 مبتلا و 200 جان باخته، ناگهان میزان ابتلا در این ایالت سیر صعودی به خود گرفته. در هند شمار مبتلایان به شکل جدی‌تری رو به افزایش است. اعلام این خبر که بیش از 50,000 مبتلای جدید ظرف 24 ساعت در هند شناسایی شده، این احتمال را ایجاد کرده که این کشور به زودی در عرصه شمار مبتلایان از آمریکا و برزیل هم سبقت بگیرد. در آمریکای جنوبی شمار مرگ و میر ناشی از کرونا از 200,000 نفر گذشته و در آفریقا وزیر بهداشت آفریقای جنوبی میگوید شمار موارد تایید شده ابتلا به کووید 19 در این کشور از 500,000 نفر گذشت. تاکنون بیش از 8,000 نفر هم در این کشور جان خود را بر اثر ویروس کرونا از دست داده اند و نیمی از کل موارد ابتلا به ویروس در قاره آفریقا به آفریقای جنوبی مربوط می شود. در حوزه کشف واکسن برای مبارزه با کووید 19، اروپا و آمریکا از احتمال موفقیت در سال آینده میلادی حرف می‌زنند، ولی روسیه از واکسیناسیون گسترده تا 2 ماه دیگر گفته. مقامات بهداشتی روسیه از آماده سازی برای واکسیناسیون گسترده علیه کرونا در ماه اکتبر امسال خبر دادند. و در نهایت اینکه کمیته اضطراری سازمان جهانی بهداشت در 4مین نشست خود به این نتیجه رسیده که همه‌گیری ویروس کرونا حالا در جهان ادامه خواهد داشت. این کمیته گفته واکنش‌ها و اقدامات در همه سطوح اجتماعی، ملی، منطقه‌ای و جهانی باید ادامه پیدا کند. محمد امینی، بی بی سی. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اگر این بخش رو از دست دادین، تا لحظات دیگه با خلاصه خبرها باز هم با شما خواهم بود.